خب بنده گرامی، یه بود گزارش ها و آله یه خاطری بسیار تلخیره که دیروز پریروز در کشور اتفاق افتاد در مورد یکی از فیلمسازان ما، برای شما میخونم. واقعا متاثر کننده است در این روزایی که فیلمسازان ما در هر گوشه و کنار وطن در هر فستیوال بین المللی افتخار می آفرینند، جوایز را کسب می کنند و این جوایز به نام شخص نمی ره، این جوایز به نام یک کشور می ره. در چنین حالت صحرا موسوی مانی با دردسر تازی دچار شده. البته صحرا موسوی مانی در مدت 4 سال فیلم می ره به نام هزارها دختر مثل من ساخت که در چندین فستیوال تاله بهترین جایزه را از خود کرده. اما در سرآغاز می خوانیم که ظلمی که نره بر سر قوم یهود اینجا به سر اهل هنر می گذرد. سهرامانی فیلمساز هنرمند و دانشور است. در فرودگاه کابل باید وزیر اطلاعات و فرهنگ به استقبالش می رفت، زیرا با باغچه ای از افتخار و دستاورد هنری به افغانستان آمده است. همه می دانند که بانو صحرا هنرمند بی ادعا و فروتنی است، اما این دلیل شده نمی تواند که در میهن خودش با وی این گونه رفتار غیر هنری و غیر مدنی صورت بگیرد. آدم وجدان هنری داشته باشد و از خواندن این نوشته درد انگیز صحرا مانی از خشم نلرزد. با آدم بودنش شک باید کرد. این آقای گلنور بهمن در مقدمه نشته کردن و به دنبالش ما شما آلبی میخوانیم نوشته خانم صحرا مانی را که واقعا تأثیر آور است می نویسن. پای پیاده و فیلم در دست زیر آفتاب سوزان کابل به دنبال یک سالون نمایش میگردم تا فیلمم را برای مردمم نمایش دهم. من فیلمساز بی حیاو و ساده هستم و باندازی بلد نیستم. فیلم کوچک من در جشنواره های برتر دنیا نمایش داده شد. تمام تکت های سالن های نمایش فروخته شد. استقبال بی نظیر از فیلم صورت گرفت. مقاله های زیادی در موردش نوشته شد. در مجله نیویورک تایمز از آن به عنوان یکی از 15 فیلم برتر دیدبان حقوق بشر یاد شد. با این حال این فیلم بیشتر از هر جای دنیا برای مردم افغانستان ساخته شده و آنها باید ببیندش. من دست خالی و بدون هیچ واسطه و تیم و گروه 2 هفته هست که دنبال سالن نمایش در کابل میگردم، جایی که برای نمایش فیلم ساخته شده باشد و مردم آزاد و بی قید و بند در آن حضور پیدا کنند. امروز بعد از مدت ها پرسپول برای یافتن بهترین مکان به بخش سینمایی دانشکده هنرهای زیبا مراجعه کردم. در همین دانشکده من به مدت 2 سال و به صورت رایگان و بدون هیچ چشم داشته سینما تدریس کردم، نه با یک چپتر تکراری بلکه با اطلاعات روز و با عمون روشی که خودم در لندن تحصیل کرده بودم. انتظار داشتم همکارانی سابقم با فیلمی که محصول افغانستان است و من با دست خالی 4 سال عمرم را صرف ساختنش کردم برخورد بهتری داشته باشند. به من گفتن ما برنامه های دیگری داریم و وقت نداریم برای نمایش فیلم تو. اصرار کردم که سالون این دانشکده معیاری ساخته شده و باید در خدمت فیلمسازها باشد. مگر چند فیلم در سال در افغانستان ساخته می شود که شما وقت ندارید؟ حداقل 2 ساعت را برای من بدهید، بگذارید فیلم را برای دانشجویان نمایش بدهم. بگذارید اینجا به محل گفتگو و نقد تبدیل شود. گفتن دانشجویان امتحان دارن، وقت ندارن فیلم شما را تماشا کنن. بعد پرسیدن چند روز کابل هستی و گفتم 10 روز. پس از آن باید به جشنواره دیگری در سویدن بروم. گفتن 20 روز دیگر بیا برایت وقت میدهیم، چون ما برنامه بزرگداشت برای فیلمسازان دیگر داریم و آنها وقت نداریم. گفتم بزرگداشت چی کسی و باز اون نام های تکراری؟ گفتم شما می توانید برنامه بزرگداشت دوستانتان را در هر زمان دیگری برگزار کنید، فقط برای من 2 ساعت هر روزی که وقت دارید سالن را به من بدهید. نتیجه نداد. در نهایت
قبل از این که بیرونم کنن خودم بیرون شدم، ناامید و جگرخون. کمی در محاطه دانشگاه گشتم، حسرت خوردم و بغض کردم. سپس دوباره خواستم شانسم را امتحان کنم. سراغ رئیس دیپارتمنت من رفتم و جریان را برایش تعریف کردم و خواستم همکاری کند. جواب ایشان این بود: برای سالون باید پول بدهم. برای سالون دانشگاهی که مال مردم است؟ گفتم چقدر پول میخواهید؟ گفتن جلسه میگیریم و مبلغ را مشخص میکنیم. گفتم من برای شما رایگان کار کردم، فیلمساز هستم و حق دارم از این سالون استفاده کنم. گفتن تصمیم بر این است که از این به بعد پول بگیریم برای سالون. تا حالا از کسی نگرفتیم ولی از شما میگیریم. چی باید کرد؟ با کجا باید شکایت کرد؟ در این وطن یک مشت بانباز بی هنر از هر فرصت استفاده میکنند تا دیگران را به قهقرا بکشند. حالا باید دنبال جای معیاری بگردم تا بتوانم زمینه نمایشی این فیلم را فراهم کنم. و همزمان که دنبال سالن میگردم و کفش هایم پوست سیر شده است، به رئیس جمهور هم اعتراض میکنم که چرا آرشیف افغان فیلم را خانهش برده، چون ظاهرا دیوار رئیس جمهور کوتاه‌تر است از دیوار افغان فیلم و دیپارتمنت سینما. با این وضع بخوبی میتوان آینده درخشان سینمای این کشور را از این آلا شاهد بود. مسئولان دانشگاه کابل باید پاسخ بدهند که برای احیای هویت این دانشگاه در 18 سال گذشته چه کارهایی کردند. تنها نبود امنیت و جنگ بهانه کافی برای کوتاه کردن دست فرهنگیان و دانشگاهیان از امکانات دانشگاه کابل نیست. کشورهای کمک کننده و دولت افغانستان سالن‌های دانشگاه کابل را نساختند که مامورین این دانشگاه بر دروازه آن قفل بزنند و بر چوکی‌های آن بخوابند. دانشگاه کابل کندک نظامی نیست که بر دروازه‌های آن ده پلیس را مقرر کرده اید که مانع ورود فرهنگیان شوند. چرا نباید مردم اجازه داشته باشند که در صحن دانشگاه وارد شوند و با فضای اکادمیک پایتخت رفت و آمد و مراودت داشته باشند؟